मोहब्बत टू लैला मजनू में मोहब्बत टू लैला वाहम पत्र सोशना नवासी अस्सी दहे मंजुधा नवासी अस्सी दहे मंजुधा नवासी असो बतेला का सामने परहेस असो बतेला का सामने परहेस आज बदमला में हर दबिग्रेस आज बदमला में हर दबिग्रेस आज बदमला में हर दबिग्रेस इब्रूस कसे वफा नदारत چز مطلب مدہ ندارت ناقص کجاہو آشنائی اصل نخاؤ دھومی آئی پائی وستا عزیز باشر عباس چون کوال پاک در صد عباس منسج دان رسل مرد وفا میں کلام بخش غزلخوان معروف افغانستان در شهر کویته پاکستان چشم از جهان فرو بست. او در موسیقی افغانستان جایگاه بلندی داشته است و شاگردان زیادی در این زمینه آموزش داده است. مرگ استاد رحیم بخش اندوه فراوانی را در میان هنرمندان و مردم افغانستان سبب شده است. صدای استاد رحیم بخش غزلخوان نام‌آور افغانستان بود که هفته گذشته این ارغنون هزار آوا در شهر کویته پاکستان خاموش شد و موسیقی افغانستان را سیاه‌پوش کرد. آوازه مرگ استاد رحیم بخش در میان آوازخوانان و هنرمندان پناهنده افغان در پاکستان بازتاب دردناکی داشته است. عالم شوقی آوازخوان افغان میگوید که مرگ استاد رحیم بخش چنان است که گوی او همراه با چند نسل از خراباتیان کابل سایه مهربان پدر را از دست دادند و یتیم شدند. استاد رحیم بخش وقتی که از مرگ او خبر شدیم ما تو فکر کردیم که مثل یک پدر ما رفت. او یک خواننده بسیار بزرگ بود تا ابد جایش خالی بخرابد. به خاطر از اینکه مردم هر کدام از او یک گله بودند. یا خاموش شدن این می یک گلی مانده بود که استاد رحیم بخش بود یا هم خاموش شد ما ایتو ساعت میکنیم که بیخی موسیقی آجی اما هم گناه زنده باشند از خرابات خلاص شد این می آخری نفری بود که ما چشم امید بمیدست استاد رحیم بخش 16 سال در غربت زیست میگویند گاه گاهی در خود فرو میرفت و به تلخی میگریست مهندس صدیق قیام که در زمینه موسیقی نزد استاد رحیم بخش زانو زده است میگوید استاد در این سالها دل افسرده تر از آن بود که چیزی زمزمه کند. استاد رحیم بخش میدونم بگویم که آخرین شمع موسیقی غزل مخصوص خرابات بود و یا میدونم بگویم که آخرین چراغدار مکتب استاد قاسم بود که خاموش شد و ما را بسوزاند. استاد رحیم بخش در حقیقت روحاً قبلا خاموش شده بود. در جنگ های تنظیمی در زمانی که دوتا نواسگکش مقابل خانش مشغول بازی بودن که راکت آمد و پرچه های گوشتشانه مثل صدها طفل دیگر
نقش دیوارها و درخت آویزان به درختها کرده بود. رحیم بخش او وقت روغن از بین رفته بود. سخت وطن پرست بود. مدایی هیچ چیزی من نکرد، با مردم خود بود. شعر غزنوی آوازخوان دیگری افغان در شهر پیشاور به یاد می آورد که استاد رحیم بخش چگونه با مهربانی نواموزان عرصه موسیقی را رهنمایی می کرده است. استاد رحیم بخش مرحوم یک انسان بسیار دیانت پرور، دیانتدار، همراه ما شوقی ها کمک ها میکسیم، همراه ما شوقی ها بسیار اخلاق نیک میکرد. هرچی که میخوادیم این هنوز ما تشویق میکرد که ما با مو راه خوب بریم دیگه. در افغانستان حاجی محمد حنیف در نواختن هارمونیه از شمار نخبگان است. او با نواختن هارمونیه 30 سال استاد را در کنسرت‌هایش همراهی کرده است. او میگوید استاد رحیم بخش مرد بود سخاوت پیشه، مهربان و دست و دلباز. وقتی که برادی رو میخوندم بسیار وقت نه همراهش در نمی نواختم، همراهی پسرهاش در نمی نواختم. استاد بسیار رانمایی بسیار زیاد زود با هنرمندهای آل مسلحت و هنرمندهای بخش شوقی همیشه کرده بودن و میکردن. بسیار یک آدم بسیار میروان در بخش موسیقی، با مردم بسیار روی نیک، با مردم بسیار مردم دار بود. استاد خودش استاد رحیم بخش از سربرآوردگان کوچه خرابات کابل بود و کوچه خرابات را به نام گهواره موسیقی کلاسیک افغانستان یاد میکنند. صدیق قیام میگوید که در خرابات بیشتر از همه دو شیوه آوازخوانی مشخص بوده است. یکی شیوه استاد غلام حسین، دو دیگر شیوه استاد قاسم که استاد رحیم بخش از همین شیوه پیروی میکرده است و در غزلخانی این شیوه را به کمال رسانده است. غزلخانی بسیار خوب بود. میتونیم بگیم که در افغانستان شاهنشاهی غزل بود. معمولا استاد غزلهایی را که خوانده غزلهای بسیار بلند انتخاب کرده و ولی خود کلاسیک کمتر میخواند و این موفقیت خود میدید که نسبت به کلاسیک غزل خوبتر ادا کرده. میدونه به مخاطر تا آخر غزل خواند و غزل قسمی میخواند که حتی کسایی که زوید بسیار بلندتر هم داشت مشتاقش بود و کسایی که به زوید عادی بودن اینا هم مشتاقش بود. استاد رحیم بخش در زبان پشتو نیز آهنگهایی اجرا کرده است. گلزمان آوازخوان و آهنگساز افغان میگوید که او با همین چند آهنگ در موسیقی زبان پشتو نیز جایگاه بلند استادی دارد. او ډیر لوی شخص و عمر ډیر په انګلیش وبدې سری چې ډیر لوی ستر استاد و استاد رحیم بخش شخصیت بزرگی در موسیقی ما بود. باز دست دادن او فکر میکنیم که ما ناتمام باقی مانده ایم. مرگ وی صدمه بزرگی به موسیقی و خاصتا موسیقی کلاسیک افغانستان است. استاد رحیم بخش بیشتر از هر استادی دیگر در افغانستان شاگرد تربیه کرده است. این روزها نه تنها من بلکه خانواده من نیز سوگوار استاد رحیم بخش است. کارشناسان عرصه موسیقی کلاسیک در افغانستان اظهار نظر می کنند که
گسترش شیوه استاد قاسم در میان مردم افغانستان بیشتر نتیجه کوشش های استاد رحیم بخش بوده است. صدیق قیام میگوید که او نه تنها شماری از آهنگ های استاد قاسم را بازخوانی کرد، بلکه در این عرصه شاگردان زیادی نیز پرورش داده است. ببین، بعد از بازسازی موسیقی در دوره شیرعلی خان، استاد قاسم یگانه کسی بود که خواست که آهنگ های اصیل فولکلور افغانی را، مخصوصا آهنگ های کابل، با شیوه موسیقی کلاسیک، یعنی نیمه کلاسیک ساختش، نیمه لایت ساختش، عرضه کرد. و این مکتب در اون زمان بسیار مطبوع واقع شد و مخصوصا بروش آزاد غازی امان الله خان زیاد مطبوع واقع شد و مردم طرفدار زیاد پیدا کرد. بعد از او شاگردایی که تحت سرپرستی یا آموزش استاد قاسم آموختن تمام در امی سب و امی روش روان دادن که ما اینه میتونیم بگیم که از مکتب استاد قاسم است. تا امروز دوام کرد و استاد رحیم بخش آخرین مشعلدارش بود که فوت کرد. هرچند میگویند که اوج آوازخوانی استاد رحیم بخش در غزلخوانی او بوده است، با این حال او در افغانستان اکثرا به نام یک آوازخوان کلاسیک شهرت دارد. استاد یک چنین شهرتی را چگونه به دست آورده است؟ صدیق قیام در این ارتباط گفت: غزلخوانی را کسی میتونه که بیس کلاسیک بفهمن. کسایی که کلاسیک نمیفهمن اونا نباید ادای غزلخوانی بکنن. یعنی استادای خرابات که خدا رحمتشون کنه همشون اهل کلاسیک بودن، چون بدون کلاسیک اون لذت و زیبایی در غزل آورده نمیتونن. بنابراین ما به این گفتم میدونیم که این استادهایی که در کوچه خرابات آمدن و رفتن همه اهل کلاسیک بودن، ولی نال خوب موسیقی کلاسیک خوب مکتبای مختلف دارن. اینال یک مکتبی که استاد سراهنگ میخوان یک مکتب دیگه بود، اینا که میخوان چیز دیگه بود، اینا لایتر بود، سبکتر میخواندن مطابق شیوه مردم، در حالی که امیر راگ بیروی است که اونا میخواندن، اینا میخواندن، اما مثلا راگ مالکاوس است که اونا میخواندن، منتها او خیال میخواند. بگم مثلا ترانه خوانده میشه زیادتر استاد سراهنگ مرحوم، اینا غزل دو میخواندن، اینا هم کلاسیک است. استاد رحیم بخش نه این داغ جدایی بلکه صدها داغ جدایی دیگر را نیز با خود به خاک برده است، و اما شاید این آخرین آرزوی او بوده است که از من و از تو شنونده عزیز می خواهد تا دستی براریم و در حق او دعایی بکنیم. پروردگار عالمیان بیامرزدش که مردی بود از شمار فتیان. Get down for the army now.